قسمت 34. فکر نمی کردم اینجوری بشه. بیا این مایه کیک رو بچش ببین مزش خوبه. ببینم شیرینیش کمه اما خوشبو شده. شکرش اندازه است. من نمیدونم تو چه علاقه به شیرینی زیاد داری. جای بابا خالی، اونم دوست داره کیک خیلی شیرین باشه. راستی بابا زنگ زد و گفت کارش تو مشهد تموم شده، امروز بر میگرده. جدی میگی ماما؟ آخ جون، من میگم شما بی‌مناسبت کیک نمیپذیری. تازه یه خبر دیگه هم دارم برات، بابا فریبارم با خودش میاره. فریبا؟ دختر آقا مسعودی نه دیگه. وای چه خوب. میدونستم خوشحال میشی. کجا رفتی؟ برام گلرخ زنگ بزنم بگم. مگه میشناستیش؟ باز آشنا میشه. خب پس کی میرسم بابا؟ میاد دیگه. آخ جون خودشونن اومدن. برا خونه یه ذره شده بود. وا پس ما چی؟ برای شما که نگو. به به چه بویی رو انداختی خانوم. فریبا باید دستپخت خانوم منو بخوری بفهمی چقدر خوشمزه است. خب آقا رضا چرا اینقدر دیر کردی؟ پرواز تأخیر داشت اما چه هوایی بود مشهد، خنک و عالی. جای همتون وقت زیارت خالی بود. ممنون، من که دلم لک زد یه سفر برای زیارت برم مشهد. میریم با هم. امتحانات کی تموم شد فریبا؟ الان دو سه هفته میشه. همش قبول شدی؟ بله، برای همین بابام گذاشت بیام پیش شما دیگه. خیلی خوب کار کردی اومدی. ما هم اینجا حسابی حوصله‌مون سر رفته بود. ای تو که همش تو حیاط داری بازی میکنی یا نشستی زیر آلاچیق با لیلا و گلرخ گل میگین و گل میشنوی؟ آخه فریبا یه آدم جدید، گلرخ و لیلا رو که هر روز میبینم. بریم فریبا، بریم اتاقمو نشونت بدم. زود برگردیم بچه ها، میخواییم نهار بخوریم. چشم. بابا دست شما درد نکنه. خب برنامه امروز چی آقا رضا؟ بعد از نهاری استراحتی میکنیم و عصری فریبا رو با ماشین میبریم بیرون تا تهران رو ببینه. چطوره؟ وای چه عالی بابا، میتونیم گلرخم با خودمون ببریم. آره چرا که نه دختره. بابا من میگم بریم اون شهر بازیه که استخر توپ داره. فریبا مهمون ماست، بذارید اون تصمیم بگیره. خب فریبا جان تو کجا دوست داری بریم؟ نمیتونم آخه چی بگم؟ بگو شهر بازی، بگو دیگه، بگو شهر بازی یه غیر کفتر بگو. نه بگو پاک آبادش بیشتر خوش میگذره. قرار فریبا رو ببریم بگردونی ما، بذارین خودش فکر بکنه. هر جا بچه ها بگن اصلا همینجوری بریم بگردیم. باشه اگه تو اینطور میخوای میریم فقط خیابونا رو میگردیم. الان یه ساعت و 10 دقیقه است که تو این ترافیکیم. فکر میکردم خیابونای تهران مثل مشهده، اینجا که خیلی شلوغه. بهتر بود میرفتیم پارک، گفتم که اینجا ترافیک آدم رو خسته میکنه. بازی کاری بکنیم دیگه. آخه چه بازی؟ من میگم بالا بلندی بازی کنی. ها؟ چیه؟ منظورتون رو نمیفهمم. آخه فریبا جون لاغل به منم یه نگاهی مینداختی بعد پیشنهاد میدادی. من چجوری با ویلچر برم رو بلندی؟ آو گلرخ جون ببخشین اصلا حواسم نبود. حالا فرقی هم نمی کنه، شما میتونین بازی کنین، من تماشاتون میکنم. نه خیلی فکرش هم نکن. من میگم چطور منچ بازی کنین. آخه الان که وقت منچ و مارپله نیست که. حرفای میزنی هم، مگه منچ و مارپله بازی کردن وقت خاصی داره؟ مثلا دوشنبه و ساعت 10:30 صبح چطوره؟ تو اصلا بلدی منچ بازی کنی کوچولو؟ بله که بلده. میخوای بیارم با هم مسابقه بدی؟ نه آخه من منچ بلد نیستم. بکی خب بگو چی بلدی، همونو بازی کنی تو تصمیم بگی. من میگم تقلید صدا چطوره؟ تقلید صدا؟ آره دیگه، هر کسی صدای هر حیوانی و بلده در میاره. میشه صدای سوسک در بیاری؟ اگه میتونی چرا که نه. ازم کنتم هم خوش کنم.
تو هم یه گوله نمک یا میدونستی؟ داره با هات شوخی میکنه بابا، اینو چه جدی گرفته؟ بذاری من اسم یه حیوانو میگم، بعد هر کی تونست بهتر صداشو در بیاره برنده. قبوله، فقط سخت نباشه ها. ماشه کرگردن. خوبه گفتم سخت نباشه ها. اون اصلا خودت تالا صدای کرگدن شنیدی که میگه؟ راست میگه، اگه خودت بلدی صداشو در بیار ببینم. اصلا بیاین عوضش کنیم، صدای گاو چطوره؟ ما چرا در نمیاری؟ بلد نیستی؟ نه دوستش ندارم، یه صدای دیگه بگو. ها این دفعه دانا بار، تالا بعدی خروس. برتون این وقت دور نمیذاریم بخوابیم، از صبح سر کار بودیم. حالا ای بابا واسه بیام چغلیتونو به مادر پدرتون بکنم. این دمپاییم کو دمپایی؟ بچه ها فکر کنم این بازی برای یه وقت دیگه بهتر باشه. آره باشه، بریم تو داریم مزایم همسایی ها میشیم. من فقط خواستم یه بازی کرده باشیم، حسلم اون سر نره. تو هم تصمیم های میگیری های چه بازی بود گفتی آخه؟ ببخشی ببخشی دیگه بچه ها، بهتره من برم. کجا؟ تولد شیری بابا. آره تو از کجا میدونستی؟ بالاخره تصمیممو گرفتم، یه پیرهن برای تولد گلرخ انتخاب کردم. ولی من هنوز تصمیمی نگرفتم. لازم نیست تو چیزی بگیری براش، تو که مهمونی. مگه میشه؟ بالاخره اون دوست منم هست. باشه، از داریم با مامانم میریم بازار که اون پیرهنه رو بگیریم. تو هم بیا، شاید یه چیزی دیدی و خوشت اومد و براش گرفتیم. باشه. بذاری براتون بیارم؟ بله. بفرمایید خانم. ماما خوشگله ها، مگه نه؟ کنم خوشش بیاد. دست شما درد نکنه، همینو میبریم. مبارکتون باشه، بذاریم براتون بسرمش تو این جعبه. ممنون. من تصمیممو گرفتم، فهمیدم چی بگیرم. چی؟ بعدا میفهمی خاله. اشکال نداره من برم اون مغازه اسباب بازی فروشی اون روبرو. کجا؟ اونجا باشه، اگه فقط تا اونجا میری اشکالی نداره. ممنون خاله. مامان منم برم باش، میخوام ببینم چی میخواد. نه عزیزم، شاید نمیخواد کسی بدونه، واسه همین تنها رفت. خیلی دلم میخواد بدونم چی برای تولد گلرخ میخره. شید بفهمی خانم، حاضره. ممنون. چیه؟ تو که هدیه منو دیدی، خب منم دوست دارم ببینم چی خریدی برای گلرخ. نمیشه، تا فردا خودت صف کن میبینی. بذار من کیک رو بردارم تقسیم کنم، شما هدیه ها رو باز کن. این هدیه یه لیلاست، اینم از طرف نسرین. نسرین یه جلو، این یکی هم برای نیوشا و خواهرشه. اینم خودم آوردم. هدیه بعدی هم از طرف فریبا جونه که چقدر زنگینه، یعنی چی میتونه توش باشه؟ باشه هدیه منو خود گلرخ باز کنه. بله چرا که نه. خیلی ممنونم فریبا جون، لازم نبود تو زحمت بکشی. بابلی نه خب بگو ببینم دیشب چی شده تو تولد که فریبا از صبح رفته تو آلاچیق نشسته؟ مشکل از هدیه‌ای بود که برای گلرخ گرفته بود. اصلا نمیدونم چی فکر کرده بود که یه تفنگ براش خریده بود. مامان باورت میشه؟ تفنگ؟ آره. حالا خوبه گلرخ اصلا به روی خودش نیورد، اما چند تا فوزو زدن سرخنده. عاقبتش هم شد این که ناراحت شد. با بزرگ همیشه میگه آدم باید به عاقبت کاری که میکنه فکر کنه، ولی به نظر فریبا این کارو نمیکنه. همیشه تصمیماتی میگیره که عجیب و غریب هم. عجب. آره مثلا اون روز که با بابا ماشین رفتیم بیرون، خودش تصمیم گرفت بریم تو خیابون بگردیم. اما وقتی تو ترافیک گیر کردیم زود حوصله‌اش سر رفت و شروع کرد به غر زدن.
فریبا باید درست تصمیم گرفتن رو یاد بگیره. البته باید اول تصمیم گرفتن رو یاد بگیره. چجوری؟ بهت میگم. ببین، ما باید شرایطی رو برای فریبا به وجود بیاریم که در مقابل حالا فهمی سر چی داری؟ خیلی چیزا میری میبینی. ببینم تو چی میخوای بپوشی؟ اینو ببینم، این برای امروز زیادی گرم نیست؟ این چی؟ اینم بیشتر برای مهمون رفتن خوبه. چی بپوشم؟ خب یکم فکر کن، الان باید یه چیزی بپوشی که هم راحت باشه و هم خنک. فرهنگ سرا میخواییم بریم دیگه. بذار ببینم چی دارم. چی شد بده گردی؟ این خوبه؟ آره فکر کنم این بهتر باشه. آره آره. خب کی شیر میخواد کی آب پرتقال؟ من شیر. من شیر. من هرچی که فریبا خواست. یکیو بگو. زود باش. چایی؟ یکی. گفتم بین شیر یا آب پرتقال یکیو انتخاب کن. خب همون شیر. نه آب پرتقال. نه هم شیر هم آب پرتقال. میخوای هر دوشو برات قاطی کنیم شیر پرتقال بخوری؟ خب نه همون شیر. آفرین. خب بچه ها تصمیم بگیریم ببینیم امشب کجا بریم. نظرتون چیه؟ بریم خیابون گردیم؟ نه چرا خیابون رو شلوغ کنیم؟ پارک بهتر نیست عمو؟ تعریف پارک آب آتش خیلی شنیدم. حتما مسعود جان، حتما. خودم به فریبا جون میگم ببینم کدوم براش راحت تره. قربان تو، خداحافظ. خداحافظ. فریبا بابات بود، میخواست بدونه کی بیاد دنبالت برد گردونه مشهد. چیزه امو گفتی مشهد، دوباره داغ دلم تازه شد. میدونی چند وقت نرفتم زیارت آقا؟ میریم خانوم، موقعیتش پیش بیاد. چشم فریبا جان، اگه دوست داری بیشتر بمونی بگو تا بابات حرف بزنم و راضیش بکنم. نه دیگه خیلی وقت اینجام امو. یعنی به این سودی از اینجا قصد شدی؟ این چه حرفیه؟ آخه کلاس تقویتی هم ثبت نام کردم که چند روز دیگه شروع میشه. به هر حال ما خیلی خوشحال میشدیم اگه بیشتر پیشمون میموندی. آقا رضا مثل این که چاره ای نیست، زنگ بزن به پدر فریبا که میگم عمو امکانش هست با هواپیما برم تا بابا مجبور نشه تا اینجا بیای. یعنی میخوای خودت تنهایی بری عمو؟ بله کاری نداره، که فقط کافیه شما لطف کنی منو برسونی فرودگاه تا سوار هواپیما بشم. نه این راه خوبی نیست دختره. با قطار چی؟ با اتوبوس چی؟ مسئله وسیله سفر نیست، مهم اینه که تو رو امانت سپردم به دستمون. درسته. خب یه راه دیگه هم هست که روم نمیشه بگم. بگو عزیزم، ما که غریبه نیستیم. میگم چقدر خوب میشد که من با شما میرفتم خونمون. اینجوری هم شما میومدین سفر مشهد، هم من و مهسا میتونستیم با هم باشیم. آره بابایی میشه. بعدم نمیگه ها آقا. نه خب باش بابایی، نظر مساعدتو بگو. همون جون همه تون بدوین برین چمدوناتونو ببندین. ایده سفر دست جمعی فریبام خیلی فکر خوبی بود. آره اما مهمتر از همه اینه که این دفعه نتیجه تصمیمیم که گرفته خیلی عالی بود. آره؟ آره اینجوری ما به آرزومون رسیدیم.